برام خدا. سلام بر شما، با برنامه نگرش خوش آمدید. ایران طالبان را در جنگ افغانستان حمایت میکند. وال استریت ژورنال به نقل از یک فرمانده بازداشت شده طالبان این گزارش را نشر کرده است. کارشناسان افغان میگوید که ایران میخواهد ابتکار عمل نظامی را در منطقه داشته باشد. از همین رو حماس، حزب الله لبنان، مخالفان حکومت یمن، مخالفان حکومت سوریه و اکنون مخالفان دولت افغانستان یعنی طالبان را حمایت میکند. پیرامون این بحث داریم در برنامه نگرش. من مصطفی فیضی هستم. مهمانان من در استودیو دکتر لطیف نظری استاد دانشگاه و فیض محمد زلان استاد دانشگاه کابل. مهمانان گرامی سلام، به برنامه ما خوش آمدید. آقای نظری، میخوایم بحث با شما آغاز کنیم. واقعا ایران از مخالفان مسلح دولت افغانستان یعنی طالبان حمایت میکند در شرایط کنونی به خاطر ادامه جنگ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمان گرامی جناب استاد زلان و بینندگان محترم تلویزیون شما. من فکر میکنم که استراتژی کلی ایران در منطقه حمایت از گروه‌های افراطی نیست. یعنی همان گونه که سفیر ایران هم در کابل در یک مصاحبه تصریح کرد که ایران از گروه‌های افراطی حمایت نمی‌کنه، من فکر میکنم که در استراتژی کلان ایران چون روند میتونه قابل قبول باشه، به این معنی که طالبان، القاعده، جبهه النصره، گروه ها بیشتر روی کردهای سلفیگری داره و سلفیگری بیشتر منبعیس و سرچشمه گرفته از عربستان سعودی میباشه و حلقات که در اونجا حضور داره. بنابراین ایران و عربستان در حال حاضر در حوزه جهان اسلام رقابت استراتژیک با هم داره. به عنوان نمونه در عراق، سوریه، لبنان، یمن، بحرین ما شاهد رویاروی مستقیم بین ایران و عربستان سعودی هستند. پس این گزارش که در وال استریت ژورنال نشر کرده، فکر میکنید به چه معنا این نقل قبل از یکی از قومندان ها یا بالاخره فرماندهان بازداشت شده طالبان است که گفته ما در اونجا چندین مرکز داشتیم که آموزش دیده میشد طالبان؟ ما باورم است که در حال حاضر چون بحث مذاکرات هسته‌ای هم بین ایران و آمریکا و همچنین آژانس و گروه 5 به علاوه یک جریان داره، هر دو طرف جنگ روانی و تبلیغاتی یا جنگ نرم را هم تلاش میکنه که در منطقه مورد توجه قطع نظر قرار بده تا اینکه بیشترین امتیاز بتونه از حریف خود دریافت کنه. باور من است که در واقع هر دو طرف هم همدیگر متهم به نقض حقوق بشر میکنه و هم حمایت از گروه های افراطی، اما در ارتباط با این که ایران از حزب الله و از حماس حمایت میکنه من تردیدی ندارم، به خاطر اینکه در واقع او گروه ها از نظر ایران جنبش های آزاد بخش تلقی میشه و در برابر اشغال و تجاوز در واقع مبارزه میکنه. و در افغانستان از طالبان؟ من باورم است که در افغانستان ایران از نظام سیاسی افغانستان حمایت میکنه. دقیقاً وزارت دفاع افغانستان هم چنین حرف را بیان کرده که استخبارات منطقه از جمله پاکستان و ایران از مخالفان مسلح دولت افغانستان حمایت میکنه. ببینید، اگر ما روی کرد ایران طی 14 سال گذشته در افغانستان مورد توجه قطع نظر قرار بدیم، علارغم حضور آمریکا و ناتو در افغانستان، ایران روابط خوبی با دولت حامد کرزی داشت و توسعه مناسبات دستور کار خود قرار داده بود. این در حالی بود که آمریکا و ناتو در مرزهای یا در کنار مرزهای ایران حضور داشته و به گونه‌ای شاید تهدیدی برای ایران ارزیابی می‌شد. اما از آنجایی که دولت افغانستان اطمینان داده بود که خارجی‌ها از خاک افغانستان منافع امنیتی کشورهای همسایه را مورد تهدید قرار نمیده، ما شاهد مناسبات خوب ایران و افغانستان بودیم. باور من است که در دوره دولت وحدت ملی هم منافع افغانستان و هم منافع ایران در همگرایی هست. هم افغانستان از گروه های افراطی آسیب میبینه و هم ایران و هم شمار از کشورهای دیگه منطقه. بنابراین اگر عقلانیت بر دستگاه دیپلماسی هر دو کشور حاکم باشه، که من فکر میکنم حاکم هست، قطعا گروه های افراطی باید تهدید برای منافع ملی و امنیت ملی هر دو کشور ارزیابی شود. تشکر آقای زلان. واقعا در استراتژی بزرگ ایران حمایت از گروه های افراطی جای نداره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، به استاد محترم و بیننده های گرامی. افغانستان در شرایطی که افغانستان واقع هستند، در این شرایط ایران یگانه راهی که برای از اینکه پاور بیلانس یا طاقت توازن طاقت را برای منطقه بیاره، یگانه راهی که ایران دارد
او حمایت از طالبان است متاسفانه. ایران از حملات امریکا وقتی که امریکا در 2002 یا پایان 2001 پروگرامی داشتن که تجاوز بر افغانستان بکنن و طالبان را بکوبن، ایران اولین مملکتی بود که به همکاری امریکا پرداختن. فکر ایرانی بود که میشه از ایرا سیاسیونی را، متنفیزینی را و یا هم ساختارهای را در افغانستان و حکیمت برسانند که منافع ایران را بیشتر نگاه بدارن، پان ایرانیزم، پان شیعیزم و یا پان فارسیزم دامن بزنن. مگرم در 13 سال هرچی همکاری ها و پیسه های بوجی بست به ارگ افغانستان ایران انداختن، نتانستن یک دوست یک رفیقی را داشته باشند که از همکاری های ایران برای مسائل استراتژیک ایران از او استفاده شود. ایران در مرزهای افغانستان، در بند سلما، بند کمال، بند بخش آباد بسیار زیاد مشکلاتی را برای حکومت افغانستان ایجاد کرد که بالاخره حکومت افغانستان فهمیدن که ایران نمیشه که دوست استراتژیک به افغان ها باشد. از او خاطر همکاری های ایران و افغانستان مشروط بودند، مشروط به همکاری های دو جانبه، نه ای که کدام تفوق سیاسی را ایران داشته باشه با افغانستان تا افغانستان بتونه منافع ایران را نسبت به امریکا نگاه بکنه. اما آقای نظری در خیلی چند نظر پیش اشاره کردند که نه، در 13 سال روابط افغانستان با ایران بهتر بود و دستگاه دیپلماسی افغانستان به نحو از آن توازن برقرار کرده بود. کدام مسائل یا کدام دیپلماسی حکومتی را که بین ایران و افغانستان ما مطالعه میکنیم بهتر نبود؟ دیپلماسی را که ایران به افغانستان پیش میبره او فردی و حزب محوری است، احزاب مشخصی هستند، افراد مشخصی هستند که حمایت میشن از طرف ایران و ایران کوشش میکنن که توسط این افراد، توسط این احزاب فایده های ملی خود و یا مسائل استراتژیک خود عملی بسازن. ما چندین مثال میخوام که ارائه بکنم. یکی از مثال های عمده برای ازی که ما و شما بفهمیم که مسائل همکاری موجود نبود، مسائل مهاجرین افغان هستن. مهاجرین افغان هر سال که در افغانستان سردی شده، زمستان شده، مهاجرین را راندن و مسائل بسیار زیادی را برای حکومت افغانستان ایجاد کردن. فرستادن مهاجرین افغان به جنگ سوریه. ما دو مثال میست که ما در مقابل سوریه کدام سیاست خارجی مشخصی را افغانستان نگرفت، مگر باز هم سیاستی را که افغانستان داشت همون سیاست ناتو و امریکا بودند که باید از زورگویی بشار الاسد جلوگیری شود و اونجا یک حکومت مردم سالار به میان بیاید. ایران متاسفانه معکوس سیاست منطقه، سیاستی را برای فایده خود که از حفظ منافع ایران است در سوریه و وادار ساختن مهاجرین افغان است در ایران توسط پول، توسط زور فشار آوردن تا از به حیث جنگجو در به حفاظت خانواده حفیظ الاسد استفاده شد و استفاده کردن. تشکر آقای زلان. آقای نظری، آقای زلان اشاره کردن که ایران به خاطر توازن طاقت، تقریبا توازن قوا شارشان بود، حمایت از طالبان میکنه اون هم در منطقه. واقعا ببینید من فکر میکنم که ایران در افغانستان نفوذ معنوی، سیاسی، فرهنگی و زبانی داره، در این تردیدی وجود نداره. بنابراین شاید احساس نیاز وجود نداشته باشه برای این که از طالبا در واقع برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود استفاده بکنه. در واقع پس شما اشاره میکنین که اون احزاب سیاسی و اون افرادی که چند نظر پیش آقای زلان اشاره کرد با استفاده از اونها میخوان نفوذ سیاسی خود در افغانستان بالاخره سیاست خارجی خود در افغانستان اعمال کنه؟ دقیقاً ببینید، ما اگر در واقع به صورت واضح‌تر و عینی صحبت بکنیم، تعارف کنار بگذاریم، ایران بر احزاب جهادی افغانستان، البته نه احزاب خاصی، احزابی که در میان اقوام مختلف افغانستان حضور داشتن و نفوذ داشتن، من فکر میکنم تاثیرگذاری خود را داشته و در حال حاضر هم داره، یعنی هم بر جمعیت اسلامی، هم بر حزب وحدت و هم بر حزب اسلامی ایران تاثیرگذاری خاص خود داشته و روابط هم داشته. بنابراین اینا در استراتژی کلان ایران بیشتر احزاب جهادی ارزیابی میشه یا گروه های اسلام سیاسی که به یک نحوی در واقع نمایندگی میکنه از جنبش های مقاومت
اینا میتونه بیشتر مورد توجه ایران باشه تا طالبان. شما دقیقاً حرف رو بیان کردین که روابط 13 یا 14 ساله افغانستان با حکومت افغانستان بهتر بوده، اما حالا شما میگین که روابط ایران با احزاب افغانستان خوبتر بود. منافات وجود نداره. ببینید ایران در واقع هم بر احزابی که من اشاره کردم تاثیرگذاری خاصی خود داشته و همی احزاب اصولا دولتی در واقع قبلی را ساخته بودند، یعنی دولت آقای حامد کرزی چه موقت چه عبوری و چه دولت در واقع منتخب افغانستان برآمده و برایندی از همی گروه های سیاسی بودند. مشخصا آیا ایران از احزاب و افراد حمایت میکرد یا در کل از حکومت؟ چون حکومت متشکل از چندین حزب و افراد غیر حزبیان بود. بنمایه های اصلی حکومت افغانستان را در واقع احزاب سیاسی تشکیل می دادن که در جهاد افغانستان نقش برجسته و برازنده داشتند. در حال حاضر هم من فکر می کنم این روند حاکم هست، یعنی اگر در دولت وحدت ملی هم ما دقت داشته باشیم، احزاب را که من پیشتر اشاره کردم بدنه اصلی یا بنمایه اصلی حکومت شکل می ده با توجه به نفوذی که اینا در ساختار اجتماعی و قومی افغانستان داره. بنابراین من فکر می کنم که طالبان در میان مدت و در بلند مدت خودش تهدید است برای ایران، همان گونه که القاعده و داعش تهدید هست. بنابراین هیچ معقولیت وجود نداره که ایران بخواد از یک گروه افراطی که در واقع در زمان سلطه خود بر افغانستان نزدیک بود، جنگ بین افغانستان و ایران به وجود بیاید، از این گروه با او گذشته ای که داره حافظه تاریخی خود کنار بگذاره و در واقع از این گروه مورد حمایت قرار بگیره. اما دقیقاً گفته می شود که یکی از اهداف حمایت ایران از طالبانی است که طالبان در تضاد با داعش است و داعش تهدیدی است برای ایران، از این دلیل ایران می خواهد که طالبان حمایت کنه و به نوعی از آنها خود از تهدید داعش در امان نگه داره. من باورم است که درگیری داعش و طالبان چه ایران حمایت بکنه چه نکنه در افغانستان اتفاق می افتد با توجه به ساختار اجتماعی که داره و با توجه به تقابل که داره. داعش برای ایران، ببینید من فکر می کنم که داعش برای ایران نمیتونه تهدید باشه با توجه به توانایی هایی که وجود داره. به عنوان نمونه در واقع ایران قبلا وقتی که داعش عراق تسخیر کرد یا سوریه را تسخیر کرد، در واقع خطوط قرمز داعش در حدود 40 کیلومتری مرز ایران اعلام کرد، ولی ما شاهد بودیم که هیچگاه داعش به 40 کیلومتری نزدیک نشد. ببینید داعش در واقع درک کرده که ایران به عنوان یک قدرت بزرگ در منطقه خاورمیانه توانایی های خاص خود داره و افزون بر این نفوذ معنوی خاصی در کشورهای مثل سوریه، عراق و لبنان داره که اصولا نیازی به این نیست که ایران با اینا درگیر شود. گروه هایی که در واقع پیوند ارگانیک با ایران داره میتونه در برابر داعش مقاومت بکنه، چنان که ما شاهد بودیم هم در سوریه هم در لبنان و هم در عراق و حتی در یمن چنین تحول اتفاق افتاد. از این منظر من فکر میکنم ایران در سطح کلان نظام بین الملل بازی میکنه با قدرت های مثل ایالات متحده آمریکا و حتی با قدرت های همسوی منطقه‌ای آمریکا که قدرت های عربی باشه، و باور من ایران تلاش نمیکنه که زیاد بازی بکنه. ایران تمام تلاشش است که با قدرت های اصلی حامی داعش که ایالات متحده آمریکا و انگلستان باشه بیشتر وارد یک بازی شه و از این طریق امتیاز به دست بیاره. شما اشاره میکنین که ایران به خاطر توازن طاقت یا قوا بالاخره حمایت از طالبان نمیکنه در افغانستان. باور من است که این نقطه حرف استاد زلان من موافق هستم که ایران سعی میکنه که توازن قدرت به نفع خود هم در منطقه آسیای میانه هم در خاورمیانه به نفع خود تغییر بده، منتها این تغییر توازن حمایتی از طالبان است، از سایر گروه های سیاسی است که در عراق گروه های خاصه مثل جبهه بدر، مثل در واقع گروه های در واقع که وابسته به صدر هست و همچنین در سوریه، در لبنان، در عراق و در بحرین و یمن اینا گروه های خاص هستند. پس اینجا اون تحلیل کارشناسان افغان که گفتن ایران در صدد به دست گرفتن ابتکار عمل نظامی در منطقه است واقعیت داره، صدق میکنه؟ باور من است که ایران در حال حاضر در خاورمیانه در واقع نقش کلیدی را داره، یعنی معادله قدرت در کنترل ایران هست. من اشاره کردم که در واقع در عراق، سوریه، بحرین، لبنان و یمن عراق به عنوان بازیگر اصلی و تاثیرگذار مطرح است و این را هم قدرت‌های منطقه‌ای در واقع زان کرده هم قدرت‌های غربی. اما در افغانستان من باورم است که ایرانی‌ها بیشتر حامی نظام سیاسی کلی و مردم سالار بوده، چون گروه‌هایی که همسویی با ایران داشته، قرابت با ایران داشته، اینا همیشه بدنه اصلی حکومت‌های افغانستان تشکیل داده و در حال حاضر هم این گروه‌ها نقش اصلی دارند. از حکومت افغانستان حمایت می‌کند یا از اون بدنه‌هایی که حکومت از ایجاد کرده؟ چون حکومت افغانستان ساخته شده از گروه های سیاسی تاثیرگذار می باشه، پس حمایت ایران از حکومت افغانستان می تانه حمایت ایران از او جنبش های سیاسی یا احزاب جهادی را هم با خود داشته باشه. اولویت کدام است؟ حمایت از احزاب سیاسی و افراد
یا اینکه از حکومت؟ تا زمانی که حکومت افغانستان روابط نیک با ایران داشته باشه، من فکر میکنم که حمایت از حکومت افغانستان در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار داره. آقای زلان اشاره کرد که روابط خوبتر نداشتیم اونچنانی که باید میداشتیم. ما نداشتیم در 13 یا 14 سال. اشاره از مهاجرین کرد، از خروج اجباری مهاجرین کرد، اشاره از فرستادن مهاجرین افغان به سوریه کرد و بعضی از مشکلات دیگر. ببینید، ما با توجه به واقعیت‌های سیاسی منطقه اگر یک مطالعه دقیق داشته باشیم و واقع گرایانه، من فکر میکنم در حالی که 150 هزار نیروهای خارجی عمدتاً غربی در افغانستان حضور داشته و ایران و غرب هم در واقع دچار تنش بوده و ایالات متحده آمریکا و ناتو هم در کنار مرزهای ایران حضور داشته، با این وضعیت من فکر میکنم که نوع روابطی که بین افغانستان و ایران تا 14 سال گذشته حاکم بوده، اگر نگوییم بی‌نظیر کم نظیر بوده. بنابراین من فکر میکنم که در واقع مناسبات افغانستان و ایران تا 14 سال گذشته به صورت رسمی خوب بوده، اما در اینکه در جزئیات مشکلاتی وجود داشته و در آینده هم وجود خواهد داشت، من منکر از این نیستم. قطعا تفاوت‌های وجود داره در حوزه نفوذ در واقع منطقه و همچنین بین افغانستان و ایران ممکن است مشکلات در سر حوزه آبی وجود داشته باشه که این مشکلات به باور من مشکلات جزئی است و کلیت روابط نیک افغانستان و ایران نمیتونه تحت تاثیر قرار بده. تشکر آقای زلان. آقای نظری گفتن اگر ما مطالعه دقیق داشته باشیم روابط 14 ساله افغانستان با ایران روابط کم نظیری بوده و به صورت رسمی ما روابط خوب داشتیم ولی مشکلات جزئی وجود داشته. میخوام جواب پس از وقفه شما بشنوم. بینندگان عزیز وقت بخیر. بعد از برنامه نگرش خوش آمدید. آقای زلان بفرمایید. مطالعه دقیق در خند پس از اون روابط افغانستان با ایران روابط کم نظیری بوده. وقتی که ما با همکاری های ایران با حکومت های افغانستان و یا هم با مسائل سیاست های داخلی و بیرونی افغانستان میپردازیم، ایران مملکتی بود که از حزب اسلامی دفاع کرد و حمایت کرد و منابع تمویل، کمپ های تربیوی، مراکز تربیوی و بالاخره مرکزی برای وجود و نگه داشتن رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار صاحب زمینه را برابر کرد در سال 90 و مخالف حکومت. بعدها وقتی که مقابل طالبا جنگ هم شد، همچنان یک زمینه را مساعد کرد. مگرم بین سیاست های داخلی و سیاست طویل مدت حزب اسلامی و ایران فاصله بسیار طویلی موجود هستند، مسائل بسیار زیاد موجود هستند. حزب اسلامی با وحدت اسلامی جنگ های داشتن، مخالفت های داشتن. بعدها وقتی که به مقابل طالبا پرداختن، طالبا در منطقه یگانه جایی که تمویل میشه و مسائل به منطقه و به سیاست داخلی افغانستان میپردازن، از پاکستان میپردازن. در این سیاست های منطقه ایران فکر میکنه از 2006 به این طرف که یا به حاشیه میرن وقتی که یا تأثیری به طالبان نداشته باشن. از او خاطر اگر بیارتن باشه والی طالبان، والی پیشین طالبان از کندوز مولای کبیر یکی از کسایی بودن که به حکومت افغانستان وابسته شدن و بعدها به رسانه ها رفتن. میشه در ارشیف شما هم باشه که وا تاکیدن گفتن که علت چی بود که وا از طالبا دوری گرفتن و به حکومت افغانستان یک جا شدن. دو علت هم در گفتن. اول علت تاثیر بسیار زیاد استراتژیک ایسای، دوم تمویلی از ایران و مراکز را از قم و از قم و اصفهان یادواری کردن که برای از یا موترسیکل داده میشن، برای از یا وسایل خریده میشن، برای از یا تیل، منابع تیل و گپا برابر میشن. در یه آخر کدام بحثایی که به ایران صورت میگیره، اول بحث صلح است. ایران در این سال پیش تا به حال دو دفعه خود تهران بحث صلح طالبان را کشیدن. حالان که صلح طالبان به حکومت افغانستان و یا هم به امریکا از دوحه، از قطر مطرح است، از پاکستان مطرح است، از سعودی عرب مطرح است، از چین مطرح است. پس حالا شما اشاره میکنین تا ایران با حمایت از طالبان میخواه نقش در افغانستان داشته باشه. ما که وقت پاور بیلانس و ترور بیلانس میگویم در چی، در سیاست های بین المللی، در دیپلماسی بین المللی دو مؤلفه بسیار مهمی است. وقتی که شما با یک حکومت در مشکل میرین، شما میرین با ترور بیلانس، با مسائل ترس و وحشت. وقتی که شما در سیاست های منطقه میرین، شما میرین طرف پاور بیلانس.
امریکا و ایران در انبار در عراق یک جای همزمان بمبار کردن، هم پروازهای امریکایی بودن هم پروازهای ایرانی بودن، هم اساکر ایرانی بودن هم اساکر امریکا میخواستن که برن به انبار و انبار را بگیرن، و یا همچنان در مقابل داعش هر دویشان به یک نوع یک سیاست مخالفت آمیز گرفتن. مگر وقتی که ما میریم طرف طالبا، وقتی که امریکا میگوید که طالب دوست ما از دشمن ما نیست، من نمیخوام امرای طالبا زی به بعد جنگ بکنم، از او خاطر ایران فکر میکنه که طالب میره به یک قوت سیاسی، طالب میره به یک قوتی که در داخل افغانستان نقش بیشتری را میگیره. ایران نمیخواهد که نمی تأثیری را که توسط به واسطه طالبا پاکستان را یک قدم میتنه، چین میتنه، امریکا میتنه، نمیخواهد که همین تاثیر یا کم رنگ داشته باشن، میخواهد که رنگ تاثیر ایران بیشتر باشن. این رنگ تا چه اندازه موفق بوده ایران؟ خب موفقیت ایران خب ای هم زیاد تاثیر داره که فعالیت هایی که طالبان داشتن در حوزه غرب افغانستان بدون تاثیر ایران ممکن امکاناتی از او بسیار کم هستند. طالبان نمیتونن که برای بند سلما، بند بخش آباد و کمال مشکلات را ایجاد بکنن تا که ایران از او حمایت نداشته باشن. طالبان نمیتونن که در فاریاب و فرا و نیمروز و هرات فعالیت را داشته باشن تا که حتی در شمال هلمند که کدام جنگ ها موجود هستند، در شمال هلمند با پاکستان هیچ مرزی نداره. باید شما از ولسوالی ها از نیم هلمند بگذرین تا برین شمال هلمند. شمال هلمند به ایران سرحدی دارن، به ایران نزدیکتی دارن. در شمال هلمند که چیزی فعالیت هایی که صورت میگیره، از او خاطر حکومت افغانستان، وزارت دفاع افغانستان هر وقت که بحث جنگ میایه، هر وقت که بحث تروریسم میایه، ایران حتما ذکر میشه از طرف حکومت افغانستان، به خاطر اینکه به اساس معلوماتی که حکومت افغانستان داره، استخبارات افغانستان داره، ما دستاوردهایی داریم که در اونجا ایران همکاری های حرفای آقای نظری با چه معنا گفتن در سطح کلان، در سطح کلان نظام بین الملل بالاخره ایران بازی میکنن، نه با کشورهایی که حتی به نحو از آنها در ارتباط با ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای دیگر است، اشارهشان به کشورهای عربی بود. به سطح بین الملل اگر ما بحثی داشته باشیم، امریکا افغانستان تا 2014 در سطح اول سیاست های بین الملل بود. همه مملکت های جهان حتی لیتوانیا، بلغاریا که بسیار مملکت های خرد هستند، هیچ کدام تأثیری به افغانستان ندارن و نه هم از افغانستان چیزی میخوان. خودشان مشکلات فراوان اقتصادی دارن، در افغانستان در مسائل افغانستان خود دخیل ساختن. لیتوانیا، ایتوپیا به افغانستان اساکر رای کردن، امارات متحده به افغانستان اساکر رای کردن. حالی که وقتی یک دفعه بحث صلح و پیس بیلدینگ به میان میاد، ایران فکر میکنه که افغانستان بحث عمده سیاست های خارجی بین الملل همچنان چین، روسیه و امریکا و هندوستان برمیخوره، میخواد تاثیر خود داشته باشه. وقتی که ما و شما ایران بحث میکنیم، ایران واقعا یک حوزه نفوذی را در خاور میانه دارن. در اونجا ایران ده ها چهار دهه در سوریه مداخله کردن، چهار دهه در بحرین مداخله میکنن، در جنوب سعودی عربستان مداخله میکنن، با توده های خرد شیعه میخوان که کمک های اونمو پان شیعیزم فراهم بسازن تا تاثیر ایران در اونجا نگاه داشته باشه. مگرم افغانستان هم از گزند سیاست های منفی ایران آسیب پذیر بودن. ما در جنگ های داخلی افغانستان دیدیم که ایران دخیل بودن، از گروه های مشخص کمک میکردن. در جنگ هایی که بنام مقاومت جریان داشتن در اونجا تأثیری خودش داشتن، حتی جاسوس های مشخص سپاه پاسداران در مزار و در ولایت ها موجود بودن که در جنگ طالبا کشته میشن، لشکرکشی ها ایجاد میشن که به مقابل طالبا ایران فکر کردن که باید لشکرکشی داشته باشن. حالا هم افغانستان یکی از عمده ترین بحث جهانی و هم یکی از همسایه هایی که میشه مسائل ایران را یا سیاست های داخلی ایران را تحت تاثیر خود بیارن، ایران نمیخواد که او را به حشه بکشه. بله، دخیل شما اشارش بر بحث صلح کردید، ایران با حمایت از طالبان میخواد در افغانستان صلح تامین شود یا اینکه در صدد تامین اهداف بزرگش در منطقه و افغانستان است؟ نه، برای ایران صلح افغانستان اهمیت ورزشی نداره. ایران در نمی 13 سال جنگ بسیار زیاد فایده های داشتن که از وقت صفوی ها، از امپراتوری صفوی تا بالی نداشتن.
مسائلی که ایران به افغانستان داره و به منطقه داره او مسائل بسیار تاریخی هستند که ایران میخواهد که همو ارزش‌های تاریخی خود به دست بیارن. کدام مسائلی که ایران دوست داره که تاثیرگذار باشه از رای صلح افغانستان، او تاثیر گره دادن به صلح است. اگر صلح افغانستان توسط پاکستان به میان میاد، ایمان است که ایران به حاشیه میره. اگر توسط سعودی عرب میاد، ایمان است که مسائلی که ایران به فکر از او است او ده حاشیه میره. از او خاطر ایران میخواد که داخل باشه در این فرمول، در این فرمولا، تا هر وقت میخواد که به فایده خود صلح افغانستان بکشنه توان نظیره داشته باشه. تشکر آقای نظیری. بفرمایید با گفته آقای زلان تا چند روز موافق هستین؟ گفتن تا هر زمانی که منافع ایران مطرح باشه در صلح افغانستان و هر زمانی که بخواد خودش در افغانستان نفوذ داشته باشه و نحوی از آنها حالا از طالبان حمایت میکنه و آنها را حمایت میکنه. بفرمایید. خب ببینید، اولا هر کشوری در نظام بین الملل به دنبال تأمین منافع ملی خود میباشه. اصولا نقش دولت ملت ها دقیقا در این راستا ارزیابی میشه و مورد سنجش قرار میگیره. افغانستان هم قطعا باید به دنبال تأمین منافع ملی خود باشه و بر همین اساس با هر کشور میتونه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشه. منافع ملی ایران در امنیت، در موجودیت صلح در افغانستان تأمین نشه که در ناامنی های افغانستان. ما باورم است که در واقع ایران از ناامنی در افغانستان آسیب میبینه. اولین آسیبش است که این حمایت به چه معنا حالا؟ ببینید، اولین آسیبش است که مسئله مهاجرین که در حال حاضر یک بار سنگین برای ایرانی ها هست، میتونه موزل بیکاری را در ایران تشدید بکنه. اما از طرف دیگر میشه که از مهاجرین افغانستان هم طور گزارش های وجود داره در جنگ هایی که ایران حامی نظام است در اونجا بالاخره استفاده کنن. مثلا سوریه استفاده شده. تو بحث سوریه، خب حالا اگه ما رو بخوایم مورد مداقه قرار بدیم شاید از بحث خود خارج شویم. اما بحثی که مربوط به افغانستان میشه، من فکر میکنم که نقش را که ایران در منطقه بازی کرده و در روند صلح و جنگ در افغانستان نقش منفی نبوده. ببینید، در حال حاضر هم اگر ایران در واقع ثابت شوی مثلا که به یک نحوی با طالبان ارتباط داره، اگر در همسویی با دولت افغانستان باشه برای تأمین صلح بیشتر در افغانستان و ایجاد فشار بالای طالبان که وارد پروسه صلح شوه، من فکر میکنم این نقش منفی نیست. اما صلح افغانستان گفته شده که در نزد ایالات متحده آمریکا و بالاخره پاکستان از سیر رئیس جمهور قبلی افغانستان گفت، رئیس جمهور قبلی افغانستان منطوره که شما قبلا گفتین ارتباط خوب با ایران داشت. دقیقاً. ببینید، من به همین جهت باورم است که ایران در واقع از گروه های افراطی حمایت نمی کنه. ببینید، تفاوت ماهوی و جوهری که وجود داره است که داعش در واقع تکفینی یافته در واقع ایالات متحده آمریکا و انگلستان هست. یعنی در ارتباط با داعش ما یک تعارض بسیار جدی بین ایران و غرب و آمریکا شاهد هستیم. آمریکا به باور من با کمک انگلستان داعش به وجود آورده و در حال حاضر شمار از کشورهای عربی به شمول عربستان، قطر، امارات و ترکیه از این روند حمایت میکنه برای سرنگونی نظام بشار اسد و دولت حاکم بر عراق. پس هر اون دلیلی که کارشناسان افغان و منطقه کرده اینجا صدق نمیکنه که گفتن ایران به خاطر از طالبان حمایت میکنه تا مانع تهدیدات که متوجه شان است از طرف داعش مانع اون شوه. من اشاره کردم که اصولا درگیری داعش و طالبان در افغانستان یک درگیری اجتناب ناپذیر هست. ببینید، وقتی که در واقع تفاوت‌های فکری بین دو تا به وجود میاد و رهبر گروه تروریستی داعش ملا محمد عمر بی سواد و ناآگاه و مسائل منطقه و بین الملل ارزیابی میکنه و اونا تلاش میکنه که حوزه نفوذ خود در افغانستان گسترش بده، من فکر میکنم به صورت طبیعی طالبان مقاومت نشان خواهد داد. اصولا حوزه افغانستان و پاکستان حوزه طالبان هست. همین گروه ها ریشه های اجتماعی داره در اینجا و هم سابقه فعالیت جهادی داره. بنابراین داعش اصولا نمیتونه بر این حوزه به باور من مسلط شود. به این جهت است که طالبان قطعا در برابر داعش مقاومت از خود نشان خواهد داد. پس به این ترتیب در واقع ایران به این نقطه واقف هست. ایرانی ها میتونه در کنار طالبا در واقع گروه های جهادی که از نظر جوهری با گروه های تروریستی مثل داعش و القاعده در واقع دوچار تعارض هستن، اینا رو مورد حمایت قرار بده که این گروه ها در حال حاضر در بدنه حکومت افغانستان شریک و سهیم است. به این جهت حمایت ایران از این گروه ها و باور من حمایت از حکومت افغانستان هنوز ارزیابی میشه و ما تفاوت رو مشاهده نمی کنیم. و از طالبان؟
من فکر میکنم که ایران اشراف اطلاعاتی بر طالبا داره، اما ای که از طالبا حمایت بکنه و اینا را مورد حمایت مالی، لوجستیک و فنی قرار بده، باور من است که برخلاف منافع ملی ایران هست و ایران در واقع حمایت از طالبا را در دستور کار خود قرار نداره. در گزارش که از طرف وال استریت ژورنال نشر شده گفتن که در چهار کمپ بزرگ در ایران از جمله در تهران، مشهد، زایدان و کرمان در اختیار طالبان قرار داده شده. ببینید، ما اگر نگاهی به برایند و نتیجه حمایت داشته باشیم بسیار مشخص است. وقتی که ایران از طالبان حمایت بکنه، مفهومش است که مشروعیت بین المللی و منطقه‌ای برای طالبان ایجاد میکنه. این در حالی است که ایران هیچگاه حاضر نیست طالبان در واقع به مشروعیت بین المللی در واقع دست پیدا بکنه. نامنی ها مثلا بعضی از نامنی هایی که در غرب افغانستان از جمله بند سلما و بند کمال خان و موضوعات دیگر، پس به چه معنا اینجا و در قسمت از ولایت هلمند؟ لزوماً آنچه که در غرب افغانستان یا در مناطق همجوار با ایران اتفاق میفته به این معنا نیست که حتما ایران در اینجا مداخله میکنه، وقتی که ما قرائن و شواهد متقن نداریم. در دوره گذشته، در دوره حکومت آقای کرزی، بارها مقامات ناتو و غربی ادعا کردند که ایرانیا در واقع مداخله داره، اما هیچگاه از سوی وزارت خارجه افغانستان در اون زمان این خبرها تایید نشد. وزارت دفاع افغانستان تایید کرده که با حامی مخالفان مسلح دولت افغانستان استخبارات منطقه از جمله پاکستان و ایران است. ببینید، در این حکومت من فکر می کنم که خیلی نمیشه ما صحبت های از اینا را مدار اعتبار قرار بدیم. ما در یمن شاهد بودیم که یک عده از اینا حمایت کرد از نقش عربستان و فورا موضع در واقع یک تیم دیگر شاهد بودیم که رد کرد. بنابراین وزارت دفاع این حکومت به نظر من خیلی نمیتونه قابل اعتبار باشه تا زمانی که مجاری رسمی، یعنی وزارت خارجه افغانستان، در واقع تایید نبکنه. باور من است که این روند ها ناشی از امو اختلافات و چند دستگی های هست که در این حکومت وحدت ملی جریان داره. بنابراین خیلی ما نمیتونیم به اینا مدار اعتبار قائل شویم. آقای زلان، دو تا سوال مطرح میشه. اولی که داعش تهدید بر ایران نیست و سوال دومی که صحبت های حکومت مدار اعتبار نیست. البته به خصوص وزارت دفاع افغانستان صحبتاشون مدار اعتبار نیست. میخوام جواب پس از وقفه شما بشنوم. بیننده های عزیز، وقفه داریم. پس از وقفه این برنامه چنان ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. آقای زلان بفرمایید، داعش تهدید بر ایران نیست و دوم صحبت‌های حکومت وحدت ملی مدار اعتبار نیست، به خصوص وزارت دفاع افغانستان، پس کی باید حرف بزن اینجا؟ داعش واقعاًم که تهدید برای سیاست داخلی و یا هم ساختار داخلی ایران نیست، مگر داعش یک مشکل کلان را برای سیاست‌های خارجی ایران وارد می‌سازد. داعش است که مشکلات فراوانی را در عراق و سوریه برای طرفداران ایران، هم به حکومت عراق و هم به حکومت سوریه وارد ساخته. داعش است که مشکلات فراوان رای در یمن، در جنوب سعودی عربستان برای گروه های وارد می سازه که او از سیاست های خارجی ایران مستفید می شن. داعش کدام فکر کلان داعش که داره به جغرافیای افغانستان به نام ولایت خراسان است که بخشای ایران در او داخل می سازه. به این معنی است که داعش مثل طالبا وره حرکت سنتی و یا محدود به جغرافیه و یا محدود به یک ملت نیست، بلکه یک فراملتی یک بحث است. از او خاطر ایران همه نمراهای را می سنجه که بتانه به مقابله داعش بپردازن و استفاده شوند. در غرب افغانستان وقتی که جنگ های صورت گرفت بین داعش و طالبا، خصوصا در فرا، اولین بحثایی که بودن در سایت های ایرانی و در رسانه های ایرانی، ما خودم از واش شنیدیم که وا تایید کردن که طالبا داعش را راندند و داعش در غرب افغانستان جایگزین نیست. پس این تاییدی به معنای حمایت است؟ واقعا یکی از بحثا، ما در حمایت از طالبان توسط ایرانی ها هیچ شکی ندارم، به خاطری که وقتی که ما بحث طالب ها را میگیریم که طالب خود تحت تاثیر پاکستان نمیدانند، میگویند که ما از پاکستان دور هستیم، پاکستان هم تاثیر خود کم میبینند. یکی از بحثایی که پشت پرده هستن او تاثیر ایران از سر طالب ها، به خاطری که طالب مثل که حزب اسلامی بود در دهه 90 فکر میکنه اگر پاکستان زهر ما بسیار فشار بیاره، ما دیگه جای داریم که اونجا ما میتونیم از اونجا فعالیت های خود انجام بدیم. بحثی که از توسط دوائر افغانستان صورت میگیره، حکومت افغانستان،
ما چطور دو وزارت هست از افغانستان به طور مثال، یکیش خارجه یکیش دفاع. خارجه را قبول داریم که او گپای از او بجای هستن و دفاع را قبول نداریم. هر وقت که بحث نظامی صورت گرفته، بحث جنگ صورت گرفته، مربوط به وزارت دفاع شده، وزارت خارجه به او بحث هیچ نمیپردازه. اصلا کسی نیست در وزارت خارجه که او بحث‌های نظامی را، سیاست‌های نظامی را به رسانه‌ها برسانند. هر وقت که و جنگ هم در خطی که ما امیال بحثی که موجود است در 70% تلفات وزارت دفاع نسبت به سالهای پیش زیاد شده در این سال، معنی از این هستند که وزارت دفاع بسیار دقیقتر میره پای دشمن خود که کجا هستند و کدام مسائل هستند که این تلفات زیاد کردن. یکی از بحثایی که امروز وزارت دفاع داره، تلفاتی که زیاد شده، همکاری ایران هستند، همکاری استراتژیک ایران هستند با طالبها و گروه های دیگری و حکومت مخالفت افغانستان که نمیمانند حکومت افغانستان و مسلح افواج افغانستان که واره برانند. تشکر آقای زلاند. آقای نظری، آقای زلان گفتن که بحث نظامی مربوط میشه به وزارت دفاع. شما گفتن که صحبت های حکومت وحدت ملی به خصوص وزارت دفاع که بخش از حکومت وحدت ملی است برای من مدار اعتبار نیست. ببینید، مسئله اساسی اینجاست که ما در واقع روابط بین کشورها را یا مداخله کشورها را باید از مجاری وزارت خارجه پیگیری بکنیم، در اینکه وزارت دفاع مسئولیت امور امنیتی را داره تردید وجود نداره. اما نوعا واکنش ها، اما در جنگ دخن وزارت دفاع افغانستان اسناد شواهد اینا جمع آوری میکنه. ببینید، تا جایی که من به عنوان کسی که حداقل مناسبات بین المللی را درش تخصص دارم، در واقع همیشه واکنش ها از مجاری وزارت خارجه یک کشور صورت میگیره. بنابراین هر اطلاعات باید در اختیار در واقع دیپلمات های افغانستان قرار بگیره و در نهایت سخنگوی وزارت خارجه است که موضع رسمی کشور ما را تبیین میکنه. همینطور که در سایر کشورها هم هست، بدون شک ممکن است در واقع کسانی وجود داشته باشه که اینا در واقع اظهار نظر خود داشته باشه، اما او هیچگاه نمیتونه موضع رسمی یک حکومت ارزیابی شود. مدخن سخنگوی یا معاون سخنگوی یک وزارت نمیتونه موضع رسمی اون وزارت بیان کنه؟ موضع رسمی وزارت خود میتونه بیان بکنه، موضع رسمی دولت ما را نمیتونه بیان کنه. ببینید، اصولا هر وزارتی در واقع آیا امکان دارد که وزارت در تضاد یا در مخالفت با بالاخره اون چیزی را که حکومت یا دولت میگه بیان حرف خود بیان کنه، با توجه به این مسئله که اون وزارت جزء از حکومت است؟ من پیشتر اشاره کردم که متاسفانه حکومتی که تحت نام حکومت وحدت ملی شکل گرفته کاملا هویدا هست. یعنی بعد از یک سال هنوز ما وزیر دفاع نداریم به صورت رسمی. پس شما این فکر کنید که وقتی که وزیر دفاع هنوز با توجه به مشکلات امنیتی که ما داریم وجود نداره، قطعا از همگسیختگی، آشفتگی و سراسیمگی زیادی باید وجود داشته باشه و همینطور در سایر مشکلات مواردی که ما امروزه باهاش دست پنجه نرم میکنیم. حرفای سخنگویان باید این گسیختگی و مشکلات وجود داشته باشه. شک. ببینید، من فکر میکنم اصولا در حال حاضر دولت وحدت ملی در موارد و موضوعات کلان اصولا فاقد یک استراتژی مشخص میباشه، چه رسد به اینکه ما بتانیم در تعامل خود با کشورها یک آسیب شناسی دقیق داشته باشیم و در واقع بر مبنای یک اطلاعات دقیق بخوایم موضع حکومت خود تبیین بکنیم. من اشاره کردم مسئله یمن را که کاملا دنیا دیدن که یک جناح در واقع حمایت کرد از نقش عربستان، یک جناح دیگه او را کرد. بنابراین اینا مشکلاتی هست که در حال حاضر ما با او دست پنجه نرم میکنیم. آقای زلاند، به عنوان جنبندی بس، فکر میکنید از کدام گزینه ها باید استفاده شود تا ما مداخله کشورهای همسایه در افغانستان یا به حد اقل برسانیم این که بالاخره از بین ببریم؟ ما مسائل فشار و وسایل فشار داریم که از او به استفاده ایران و پاکستان از سیاست های مخالفت آمیز و سیاست های خصمانه خود و را ما گشتنده میتونیم. اون وسایل فشار کدام ها هست؟ همکاری عمیق با ایالات متحده و غرب است. سیاست های داخلی افغانستان جمع‌بندی کردن یا اختلافات داخلی افغانستان از بین بردن، صلح را افغانی کردن، چین و هندوستان و روسیه را داخل سیاست های منطقه‌ای افغانستان کردن و بالاخره تعریفاتی از سیاست‌های داخلی افغانستان و سیاست‌های خارجی و منطقه افغانستان داشتن. اگر ما بتانیم که
تعریف مشخصی را از دوستی و همکاری ایران داشته باشیم که بنابر کدام شرایط ایران امرای افغانستان همکاری میکنه، ما میتونیم نقطه ها و یا خانه خالی های بسیاری را پیدا بکنیم که ایران از او خانه خالی های استفاده میکنه و با سیاست های خصمانه خود میپردازند تا بتونن یک افغانستان ضعیف و افغانستان مجبور و معیوب به همجوار خود داشته باشه. تشکر آقای زلان، واقع نظری از زورتان در بحث ما. بینده های عزیز تشکر از شما هم تا برنامه بعد شما را به لایو ویدیوز بسپارم.